بازم خوش آمدین عزیزان در ویژه برنامه گلبان هستیم. تشکر که ما را همراه و بیننده هستین از دریچه تلویزیون یک. انشالله که ایام خوب عید را به خوبشی و خوبی سپری بکنین. باز هم ما در استودیوی گلبان مهماندار هستیم. دو مهمان عزیزی را با خود داریم که حرفا و صحبت ها را همراهشان آغاز میکنیم. سلام و روزتان بخیر، عیدتان مبارک باشه. سلام درود خدمت شما نظمه عزیز، آرزو جان تشکر زنده باشین، خوش آمدید دویتان، تبریک سلام باشین، تشکر زنده باشین، عید از صمیم قلب دویتان تبریک میگم. انشالله که عید خوب و خوش سپری کرده باشین تا این دم و از طریق برنامه زیبای شما به بنده های عزیز عید خود تبریک میگم. انشالله که عید خوب خوش کنار فامیل دوستان و همکاران سپری کرده باشین. تشکر. شما بر پیکر عالم وجود جان آمد، صد شکر که امتحان پایان آمد. السلام علیکم و رحمت الله. خدمت شما و خدمت بیننده های محترم عید شما مبارک. عید شما همچنان مبارک. خیلی خوش آمدین اردیتان. خوشحال شدیم که به برنامه ما دعوت ما را پذیرفتین و برنامه ما را زیباتر ساختین با آمدنتان. خب در نخست میخوایم یک معرفی کوتاه شما داشته باشیم. مرضی هستم، شریف تخلص میکنم، یکی از اساتید در قسمت دانشگاه اسلامی. بسیار خوب. و اگر چی با شما آشنا هم هستم، میخوایم که دوستا بازم آشنا شوند، یک معرفی کوتاه شما میداشته باشین. البته آزادین عزیز، محد سمیر هستم، استاد رسامی در نوندشان. بسیار خوب. بازم خوش آمدید و نظیمه جان، چقدر رسامی زیبا آوردن به برنامه. بله بله دقیقاً، که روی هر کدامش باید صحبت کنن. بله بله. اما در نخست آرزو جان تلاوت خانم شریفی را داشته باشیم و با تلاوت این آغازگر باشیم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله أكبر، بسم الله الرحمن الرحيم. إن فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العلي العظيم. میشه که خانم شریفی در رابطه با پیام ای آیات مبارکه صحبت بکنین، ای که چه مناسبت و چه ربطی به عید قربان داره؟ بسیار خوب. عید سعید فطر و عید سعید قربان از جمله اعیاد مسلمین هست. بله. ای دو روزی هست که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم از طرف جناب مبارک صلی الله علیه و سلم به جای و در بدیل دو روزی که در جاهلیت بله البته تجلیل می شد بر ما ای سنت گذاشته شده هست. و قسمی که سوال شما بهترین سوال بودی که پیام های عید قربان چگونه هست و پیام های عید قربان چی هست. بله. البته عید قربان پیام ها و درس های زیادی به ما داره. دقیقاً. از جمله میخوایم به چندانش اشاره بکنیم. اولی که عید قربان عید هست که ما باید یاد بگیریم که با هواهای نفس خود مبارزه بکنیم و به دلبستگی های او جان نتیم. بلکل. یعنی عید قربان یکی از البته اعمالی که در آن انجام میشه همین قربانی کردن هست و قربانی کردن یکی از عبادت های مالی هست. طبعا وقتی که ما همین قربانی را انجام میتیم، نفس ما به این پذیرا نیست و نفس همیشه خواهش ازی است که یعنی ثروت را جمع بکنه و پول را جمع بکنه. بله. ولی که ما پول را در راه الله متعال خرج میکنیم، این یکی از مبارزه با راه این مبارزه با نفس هست. خیلی. و قسمی که از داستان اسماعیل علیه السلام و ابراهیم علیه السلام هم ما با خبر هستیم.
زمانی که البته ابراهیم علیه السلام فرزندی نداشت، در سنین 70 یا 80 سالگی الله متعال پسر به نام اسماعیل برش عطا کرد و ای اسماعیل علیه السلام یگانه فرزند و یگانه دلبند حضرت ابراهیم علیه السلام بود که بسیار برش عزیز بود و بسیار وابسته ایش بود. و چون الله متعال میخواست که ابراهیم علیه السلام امتحان بکنه، به ابراهیم علیه السلام امر کرد که تو باید اسماعیل را ذبح بکنی. بله. و ابراهیم علیه السلام با اسماعیل علیه السلام این ماجرا را در جریان گذاشت که اینی اراف المنام انی اذبحک، ما در خواب دیدیم که تو را ذبح میکنم، ای پسرم نظر تو چی است؟ اسماعیل علیه السلام گفت یا ابتی فعل ما تؤمر، ای پدر هر چی که تو مأمور شده انجام بده. در وقت بود که وقتی که به قربانگاه می رفتن از امتحان خداوندی موفق به در آمدن و این سنت بر ما باقی گذاشته. البته هدف اینجا ذبح اسماعیل علیه السلام نبود، بلکه هدف ذبح دلبستگی هایی که به اسماعیل علیه السلام داشتن. بله. یعنی ما از اینجا درس رو می گیریم که ما باید به چیزهایی که اسماعیل های ما هست، یعنی به چیزهایی که ما دلبستیم و وابستش هستیم، اگر ضرورت شد باید در راه الله متعال ما رو قربان بکنیم. یکی از درس های دیگه ای که بر ما عید قربان میته ای است که ما البته به این پی ببریم که کامیابی مسلمان ها در وحدت و همبستگی هست، چنانی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم می فرماید مثل المؤمنین که مثل الجسد واحد الا اخیر حدیث. یعنی امین مثال مؤمنان مثل یک جسد واحد هست. قسمه که سعدی صاحب از این بسیار تعبیر زیبایی دارن، میگن بنی آدم اعضای یک دیگرن که در آفرینش زی یک گوهرن، اگر عضو به درد آورد روزگار دیگر عضوها را نماند قرار. یعنی که مسلمان ها باید کنار هم باشه، باید در خوشی و غم با هم شریک باشن. و همچنان پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرماید لا تختلفو، شما اختلاف نکنید. چرا که قوم های گذشته به سبب اختلاف اونها هلاک شدن. بله. و سربلندی و عزت مسلمان ها و امت مسلمه در امی اتحاد یک پارچگی ایشان هست. بله. و قسمت بعدی که بر ما عید قربان می آموزه که ما باید از نعمت های الهی استفاده بکنیم. نعمت های الهی مسخر به ما انسان ها است. هو الذی خلق لكم ما فی الارض جميعا، هر چیزی که در روی زمین است بر خدمت ما و شما هست. مسلمان باید خوب زندگی بکنه، خوب بخوره، خوب بنوشه. و ای که الله متعال زیاد خوشحال میشه که اثر نعمت را در وجود ما ببینه. در سوره ضحا می فرماین و اما بنعمت ربک فحدث. بله. و همچنان از یاد میگیریم که باید ما با مسلمانا و با فقرا و مساکین باید دستگیری داشته باشیم و یکی از فلسفه های بزرگ عید قربان هم همین دستگیری فقرا هست. تشکر. بدون شک محبت خداوند بر بندگانش خیلی زیاد است، هر قدری که ما شما توصیف بکنیم باز هم کم است. ولی ان شاء الله که ما بنده هایشان بتونیم درک بکنیم و هر آن چیزی که خداوند متعال امر کرده بالای ما شما انجام بدیم. خب میایم سر شما روی رسامیتون صحبت بکنیم. چقدر رسامی زیبا آوردین و این تصویری که فکر کنم یک دکتر خانم است، روشون صحبت بکنیم که چی وقتی رسامی کردین و چقدر وقت میشه؟ تشکر آرزو جان عزیز. این وقتی که تازه چهره را آغاز کرده بودم رسامی کردیم، نمونه از خود استاد ماست که خودشان طراحی کردن رسامی کردن، ولی من از روشان رسامی کردم چون چهره خیلی علاقه داشتم. وقتی که اولین کار تانستی؟ اولین کار چهره من است. نام خدا بسیار مخلوق. تشکر، سلامت باشین. چند سال میشه یا چند ماه میشه، چقدر وقت میشه که مصروف هنر رسامی هستین شما؟ خب سنف پنج بودم که واقعا فهمیدم که من در رسامی علاقه دارم، همچنان استعداد دارم. و سنف هشت بودم که آغاز کردم به شکل مسلکی آغاز کردم. بعد از او بله فعلا شاید 5 یا 6 سال باشه. آها، زیاد میشه واقعا، نمیشه موفق باشین. خب نظیمه جان، خانم امیری در روزهای عید پیش از عید یک مقدار آمادگی ها را طبعا می باشه و شما هم یک مدرس هستین که رسامی را تدریس میکنین، حال هوای اونجا چطور بوده؟ آیا چیز خاص برای عید هم آماده ساخته بودین یا در کنارش کدام فعالیت جداگانه هم انجام دادین؟ خب پیش و پیش عید دختر خانم ها معمولا در پاکاری می باشن، خانه تکانی دارن. بله، خانه تکانی می باشن. یک نمونه را
ما گرافیک کردم که بله طراحی رسامی نکردم ولی گرافیک کردیم درباره عید قربان که رسامی وقتم نشود چون با من هم وعده کرده بودین رسامی میکنین چهره من که نکردین این کارا خب چون وقت نداشتم من ان شاء الله که ان شاء الله بعد از این وقت پیدا میکنم چون روزایی دم دیگه بخیر سپری شد بله ایدم سپری شدم جنان کمی مصروفیتای شخصی هم که داشتم ان شاء الله نا تمام شد واسه من میخواستم به عنوان ایدی امورستان میگیرم حالا کو نیست مجبور که باز به عنوان ایدی پول بتیم برام چی میشه خب چی بگم من ایدی گرفتن خوشتونم زیاتر ولی گرفتن خوشم خیلی از من برتون که ان شاء الله رسامی کردم باز ایدی تان وقت میتون ان شاء الله سلامت باشین تشکر خب از شما آغاز میکنیم که اید شما چگونه آغاز کردین در خانه بودین خانه دوستا بودین جای دیگه مصروف بودین الحمدلله تا فعلا اید بسیار خوب گذشته چون دید و بازدید دوستا بوده و می دید و بازدید دوستا هست که عید را زیبا و زیباتر میکنه بالقوه ان شاء الله که بقیه ایامش هم که مانده به خیر سپری بکنیم سلامت باشین سلامت باشین خانم امیری شما در کانونتان هم گفتین یک مقدار فعالیت داشتین چی بوده اون فعالیت ها خب در دو کانون بر فعلا فعالیت دارم کانون نوندیشان که سر رسومی هستم و در کانون ادبی پر که هماهنگ کنه دانش آموزان هستم که وقت پیام میکنن در سینفا میتونم ادشان بکنم دیگه فقط هماهنگ کننده سینفا و سر رسومی تشکر بسیار زیاد خیلی خوشحال شدیم از حضورتان امروز در برنامه واقعا ممنونتان از اینکه روزهای بسیار خاصتان را اوقات شد بر ما اختصاص دادین و تشریف آوردین حرف پیام داشته باشین کمر خدمت شما هست تشکر سلامت باشین پیام خاصی ندارم فقط خوش و خوشحالی هموطنان را میخواییم انشالله که کنار فامیلشان روزای خوب خوش را سپری کرده باشن تا این دم و انشالله سپری کنند سلامت باشین و شما و پیام من به عنوان یک پیام ایدی برای عزیزان بیننده ای هست که اید یعنی مهربانی همدلی همدیگر پذیری هست اگر کینه نسبت به خواهر و برادر خود در دل دارن پس کینه ها را از دل دور بکنن و بذر محبت و صمیمیت در دل خود بکارن تشکر سلامت باشین جهان سپاس شما ممنون سلامت باشین سلامت باشین دوستای عزیز جهان سپاس از شما هم که تایید ما را همراهی کردین و بخشای برنامه ما را تعقیب کردین پس میریم یک بسته تصویری را با هم یک جا میبینیم تماشا میکنیم و زود زود برمیگردیم با استودیو گلبان با همکار خیلی خوبم هم اینجا باشیم.